درود، بیننده نوبتی دیگر از برنامه چالش هستید و این بار در سالگرد قیام دی ماه 96 به واکاوی این اعتراضات مردمی در ایران خواهیم پرداخت. 3 سال از قیام مردم ایران در دی ماه 96 میگذره. مردم ده ها شهر ایران به خیابان ها اومدند و به بهای کشته شدن ده ها نفر علیه کلیت جمهوری اسلامی و دخالت دین در دولت شعار دادند. این قیام که در ابتدا با شعار نه به گرانی آغاز شد، با شعارهایی چون اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید یا حقوق ملت زیر عباست، امروز رنگ ضد حکومتی به خودش گرفت. این قیام خودجوش مردمی تنها چند هفته پس از کمپین پشیمانی رخ داد، کمپینی که مردم و افراد سرشناس از رأی دادن به روحانی در انتخابات خرداد 96 اظهار پشیمانی می‌کردند. قیام سراسری دی ماه 96 صفحه سیاسی کشور رو برای همیشه دگرگون کرد و بازی رو از رقابت‌های باندهای درون حکومتی به بیرون از حکومت منتقل کرد و حالا مردم ایران در برابر کلیت جمهوری اسلامی ایستاده بودند. در برنامه امروز من محبوب مرادی همراه شما خواهم بود تا به نقش قیام دی ماه 96 در تغییر معادلات سیاسی ایران همراه با میهمانان این برنامه، آقایان حشمت تبرزدی از ایران، آقای حمید آصفی از ایران و آقای بهزاد مهرانی از آمریکا همراه ما هستند تا با هم دیگه به این سوژه بپردازیم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. آقایان خیلی خوش آمدین. جناب آصفی، سوال ها رو از شما شروع میکنم. به نظر شما زمینه بروز قیام 96 دی ماه 96 چه چیزی بود و چه ویژگی هایی رو میشه برای این قیام و اعتراض مردمی برشمرد؟ ضمن عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز، جامعه ما هنوز از پنجره جمعیتی خودش عبور نکرده، یک جامعه کاملا جوان و در این حال به دلیل اینکه مطالبات مختلفش پاسخی داده نشد از طرف حاکمیت و با یک سرکوب سیستماتیک مواجه است، تا اطلاع ثانوی جامعه ایرانی جامعه جنبشی، یعنی ما از سال 71 تا 74 یک جنبش داشتیم که جنبش بیشتر مال با گرسنگان بود و اون شوکای برنامه های تعدیل اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی خب شهرهای وسیعی رو در ایران درگیر کرد، تا جنبش دانشجویی سال 78 و بیا تا جنبش سال 88، حلقه دوم. حلقه سوم جنبش دی ماه 96 و بعد میرسیم به جنبش آبان ماه 98 و این تواتر فواصل زمانیش هی داره کمتر میشه به دلیل اینکه مطالبات پاسخ داده نشده، مطالبات رو نمیتوانن پاسخ بدن. یک بخشش ایدئولوژیکه که با سبک‌های زندگی متفاوت نسل جوان و جامعه ایران همخوانی نداره و حاکمیت اگر بخواید عدول بکند، یعنی در اصل هویت خودش رو زده است، هویت خودش رو کنده از پیکری ساختار سیاسی خودش، بنابراین نمیتواند. یک بخشش هم برمیگرد به اقتصاد سیاسی که در ظل باید یک اقتصاد توسعه باشه، که این هم به دلیل اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد فقط خام‌فروشی بوده و یک فراکسیونی از بورژوازی واردات محور و فراکسیون بورژوازی مستقلات اینجا نقش پیشران اقتصاد داشته، در نتیجه به بی‌نواسازی چه طبقه کارگر و چه طبقه متوسط که به سمت طبقات فرودست اینها رو گسیل کردن. خب اینجا ترمباری از مطالبات هست، دانشجویان بیکار، فارغ التحصیلان بیکار و رانده شده به حاشیه، به حاشیه‌های شهرها و این فرایند بی‌نواسازی نیروی کار و طبقات متوسط، همه اینها دست به دست هم میدهند که حتی اگر بگویند که در مشهد کار آقای علم الهدا و تیمش بوده، جناح مالی رانتی، یک جناح مالی مشهدی ها بوده که اون اعتراض رو میخواستن انجام بدهند، ولی این به کمین جنبش اجتماعی میفته.
و این اتفاق نشان داد که جامعه ایران اون پتانسیل جنبشی خودش رو حفظ کرده و حتی اگر یک حرکتی رو بخواهند جناح‌ها با یک طناب‌کشی سیاسی بخواهند دست به یک حرکتی بذارن و از مطالبات مردم سوء استفاده بکنن، این کمانه میکنه به کل حاکمیت جمهوری اسلامی. و ما از دیما این تجربه رو داریم و این تواتر جنبش فواصلشون داره هم تکرارش بیشتر میشه هم به لحاظ زمانی کم میشه و تا اطلاع ثانوی ما باید منتظر جنبش های این چنینی در اشل های بزرگتر باشیم. متشکرم از شما جناب مهرانی. آقای آصفی تواتر این قیام ها رو، این که پشت سر هم داره اتفاق میفته و فاصله هاشون داره کمتر میشه، حتی ما همین امروز هم هنوز شاهده در واقع پیگیری اعتراضات کارگران هفت تپه هستیم در داخل ایران، این رو بیشتر از جنبه اقتصادی باهاش روبرو شدند. چه اتفاق میفته که در ایران این تظاهرات با اعتراض به گرانی و یا مسائل اقتصادی آغاز میشه اما بعدتر وارد مراحل بعدی میشه و مطالبات مردم از این هم فراتر میره؟ نظر شما در مورد این داستان در قیام 96 چیست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان شما در سراسر جهان. ببینید درست است شعارها، یعنی مطالبات، عمده مطالبات ظاهرا مطالبات اقتصادی، همونطور که آقای آصفی هم گفتند، یعنی در دی ماه 96 صحبتش بود که علم الهدا و اون بخش به اصطلاح اقتدارگراتر جمهوری اسلامی به اعتراض به دولت روحانی و بیکاری و اینها یه فراخوانی دادن. ولی مسئله اینه که ببینید ما اگر نگاه کنیم این جمهوری اسلامی بخش ظاهر خودش جمهوریت نظام داره که اون انتخابات و انتخابات فرمالیته و نمایشی که در طول همه این سالها برگزار کرده، اون ویترین اون به اصطلاح جمهوری خواهیه که در چارچوب جمهوری اسلامی است، اونها همیشه به اصطلاح سپر بلای یه بخش دیگه بودن از جمهوری اسلامی که خامنه ای و اعوان و انصارش هستن و همیشه طوری وانمود کردن که بله چپاول ها، ناکارآمدی ها، فقر، اینها برگرده اون بخش جمهوری خواهه، اونی که انتخاباتش به ظاهر دست مردمه و اونی هم که مبرا از ایناست اون علی خامنه‌ای است و علی تنهاست و اون حرفش چیز داره. اینها باز با همین به اصطلاح فرافکنی تلاش کردن که وضعیت رو به شکل اقتصادی، مشکل اقتصادی نشون بدن و مقصر اصلی هم دولت روحانی نشون بدن و طبق معمول خامنه‌ای و اعوان انصارش و سپاه و اینها رو مبرا از این در واقع این ناکارآمدی و این فساد گسترده در ایران بدونن. اتفاقی که افتاد اینه که مردم، تفاوت مردم، اون عامه مردم، حتی بخش مستضعف مردم با اون بخش از جامعه که حکومت که تلاش میکنه اینا رو گردن روحانی بندازه، اینه که ملت ایران در اعتراضاتش و در شعارهاش نشون داد که ریشه اصلی نابسامانی اقتصادی رو میدونه. ببینید اینها خیلی، اونها که گفتم که بخش اقتدارگرا میخواد بنازه بخش گردن روحانی، روحانی هم که میگه آدرس تمام معضلات ما در کاخ سفید، هر چی فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، ولی مردم مشکل رو تشخیص دادن اما راه حل متفاوتی با اون دو گروه و جناح اصلاح طلب و اصولگرا میدونن. مردم راه حل ها رو و ریشه مشکلات رو در مسائل سیاسی میدونن. برای همینه که شما اگر به شعارها دقت کنید، نه یک شعار نمیدونم ضد غربی میبینید، نه یک شعار ضد اسرائیلی میبینید، نه شعارهای به اصطلاح مذهبی اونجوری که در جنبش های قبلی بعضن دیده میشد یا شعارهایی که در انقلاب 57 داده میشد، اینها هیچ کدومش نیست. ملت این دلیل اصلی این نابسامانی رو در سیاست جنگ افروزانه جمهوری اسلامی دیدن. در شعارها متجلی است، نه غزه نه لبنان، شعار فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، به اصطلاح اعتراض به مداخله ایران در سوریه. و ببینید مردم خوب تشخیص دادن که مشکل اگر اقتصادی است لزوما راهکار از جنس خود مشکل نیست، راهکار و برونشو از شرایط کنونی تغییرات سیاسی در جامعه است و تغییرات سیاسی رو برخلاف دفعات پیش که بسیاری از مردم راهکار شد به کم هزینه تر و در شرکت در پای صندوق رأی میدیدن و اینکه با انتخابات فرمایشی که وجود داره بتونن اندکی فضا رو باز کنن، بعد از 96 بعد، یعنی انتخابات که برگزار شد چند ماه بعدش در واقع
در واقع در دیما متوجه شدن که نه خیر، از این راه دیگه به این نتیجه نمیرسن و بنابراین کلیت نظامو مورد حمله قرار دادن. متشکرم از شما جناب تبرزدی. تا اینجا به در واقع بررسی این قیام پرداختیم و ویژگی هاش رو مطرح کردیم. اگر شما نظری راجع به چگونگی و در واقع ویژگی های این قیام دارین بفرمایین. و سوال دیگری که من از شما دارم این هستش که خب این اتفاق بعد از، یعنی 7 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، خرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری بود، 7 ماه بعد این شورش سرنوشت‌ساز و به نوعی نقطه عطفی که در تاریخ معاصر ما هست رخ داد. به نظر شما این اتفاق چگونه، این تغییر ایده ناگهان در ظرف 7 ماه رخ داد، با توجه به اینکه اتفاقا با دوگانگی که طبق معمول حکومت در بحبوحه انتخابات راه میندازه حضور مردم پای صندوق‌های رأی هم خیلی کم نبود، به نظر شما چه اتفاقی افتاد در درون جامعه که طی 7 ماه اینقدر تغییر نگرش ایجاد شد؟ من هم درود میفرستم به شما، مهمانان عزیز و همه بینندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که در مورد تحلیل قیام دیما، اشاره به برخی از فکت‌ها و واقعیت‌ها به نظر من بد نیست که ما رو ببره تو اون فضا. اولا اینکه اگر یادمون باشه یکی از بهانه‌های اون قیام مسئله گران کردن تخم مرغ بود و من هیچ وقت یادم نمیره این یک بحثی بود که مطرح شد، یکی از نکات این بود. مسئله بعدی هم این بود که در مشهد که یکی از جاهایی بود که این حرکت شروع شد و بعداً اصلاح طلب ها سعی کردن اون رو بچسبونن به جناح اقتدارگرا، یکی از شعارهایی که مردم در اونجا دادن شعار رضا شاه روحت شاد بود و در ادامه این حرکت که به بیش از 100 شهر کشید این خیزش، شعار استراتژیک اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو ما داریم. البته من مثل دوست عزیزم آقای آصفی تحلیل طبقاتی مشخصی روی اون خیزش و قیام ندارم و چون ایشون تعریف کردن از بورژوازی، یک بورژوازی مستقل و بورژوازی وارداتی اگر اشتباه نکنم تجاری، در حالی که در جمهوری اسلامی تا اونجایی که من برداشت میکنم، البته رشته ایشون بیشتر اقتصاد سیاسی هست، اما آن چیزی که بوده حاکم برخوردار رانتیه، یعنی اونایی که از طریق رانت دارن استفاده میکنن سپاه هست و تمام اونهایی که وابسته به نیروی سپاه هستن، وابسته به طبقه حاکم هستن. حالا نمیدونم آیا ما اصلا چیزی به اسم بورژوازی، اونم بورژوازی مستقل، داریم نداریم، این دیگه تحلیلش با جناب آصفی. اما اون نکته ای که من میخوام عرض کنم این هستش که اساسا در قیام 96، قیام دیماه 96، نیرویی که وارد میدان شد از شهرهایی بود که صداشون کمتر شنیده میشد. یعنی اون زمان تحلیل شد که در واقع قیام 96 صدای آنهایی بود که صداشون تا کنون شنیده نمیشد و در اصل میزان بیکاری درشون زیاد بود و اینها عمدتا گفته شد شهرهای حاشیه ایران و در مراکز استانها البته متاسفانه حرکت کم بود. خب اضافه کنم نقش آقای روح الله زم و آمد نیوز در اون قیام رو که نشون میده اونهایی که تو این حرکت بودن به هر حال به شکلی ارتباط رسانه‌ای داشتن، یعنی اینکه ما امروز دیگه نمیتونیم مثلا بگیم حاشیه ها یا شهرهای دور افتاده یا حتی اون چیزی که گفته میشه ورود است، اونها مثلا جزء طبقه‌ای هستن که اینها محروم از آگاهی های سیاسی و ارتباطات هستند. و نکته مهمتر این که از دیدگاه من در قیام 96
به این دلیل که مردم به قول شما چند ماه پیشش فریب خورده بودن، فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودن که دو قطبی رئیسی روحانی رو ایجاد کرده بودن و تونسته بودن بخشی از مردم رو، متاسفانه بخش بزرگی از مردم رو، پای صندوق های رای بکشونن، اما مردم فوراً و به دلیل گرانی، به بهانه گران شدن تخم مرغ، فوراً برگشتن و حرکت اعتراضی خیابونی انجام دادن. یعنی میخواستن به حکومت بگن که ما معترضیم، از قبل معترض موندیم و دنبال فرصت میگردیم و تمام معادلات سیاسی نه حاکم بر ایران بلکه معادلات سیاسی که اون زمان توسط روشنفکرها و اصلاح طلبها و روشنفکران وابسته به اصلاح طلبها رایج شده بود از طریق رسانه‌ها، که بله ما یه جناح داریم اصولگرا و یه جناح داریم اصلاح طلب و مردم عمدتاً طرفدار اصلاح طلب هستن، همه این قانونمندی‌ها و این در واقع تبلیغات رو بر هم زدن و یک، همونطور که آقای آصفی و همچنین آقای مهرانی فرمودن به درستی، اصل نوینی در جنبش ملت ایران به وجود اومد. درسته. متشکرم از شما جناب آصفی. اگر که در پاسخ به آقای تبرزدی نکته رو دارین، ضمن اینکه نامی از آقای روح الله زم هم آورده شد، یادشون رو گرامی داریم، اگر که نکته دارین بفرمایین در این زمینه و من سوال بعدی خودم رو از شما بپرسم. مجدداً برای پنجمین بار من خدمت خانواده محترم و دوستداران آقای زم تسلیت عرض میکنم و یادشون رو گرامی. در وهله اول، در وهله دوم استاد عزیز آقای تبرزدی، من نگفتم بورژوازی مستقل، گفتم بورژوازی مستقلات. بورژوازی مستقلات که در این 10 سال اون تجربه و پژوهش هایی که ما داشتیم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در مسکن شده و 10 میلیارد در صنعت. بنابراین اون فراکسیون بالادستیه و بعد در کنارش بورژوازی واردات محور که اینها هم دست نیروهای، یعنی یک بورژوازی کاملا رانتی، یعنی رانت زمین، رانت مستقلات و پشتش هم گرمیش به فروش نفت و میانات و گازی و غیر ازالک بود. این که این قیام 96 خودتون میفرمایید که از خوخمور شروع شد. قبلش جنبش بالباختگان ما داشتیم که در شهرها به طور مختلف و جاهای مختلف در شهرها اعتراضات داشتن و اون جریان گرانی شما میفرمایید که چیز بوده، خب یک امر پدیده و یک نهادی اقتصادیه، نه یک نهادی سیاسی. مردم نیومدن بگن من دموکراسی میخوام، حقوق بشر میخوام، نیومدن بگن ما جمهوریت رو کامل میخوایم، چیز میخوایم. یعنی امر سیاسی و حرکت سیاسی بر مبنای یک معادله اقتصادی شکل گرفت و در کنارش به سرعت سیاسی هم میشه. بله شما درست میگید، دوست عزیزمون هم درست میگم، سیاسی میشه. یعنی در ایران این وضعیت وجود داره، یعنی وقتی شما سر یه مسئله کوچیکی مثل تخم مرغ میایی و گرانی رو مطرح میکنن، بلافاصله وقتی دچار سرکوب میشن 10 دقیقه بعد شعارها سیاسی میشه و شعارها بسیار تند میشه. اینکه این جنبش به شهرهایی کشیده میشه که تاکنون مرکز اصلا ما پیداشون نمی کردیم، تو مرکز نشینان اصلا نمی دونستن این شهرها کجای جغرافیایی ایرانه، باز نشون دهنده اینه که دامنه فرق به شهرهای کوچیکی رسیده که جنبش جان به لب رسیدگان رو میشه گفت دامن میزنه. پس بنابراین ما تا اطلاع ثانوی نمیگیم، حالا بحثم این نیست که ما میخوایم بگیم، بیننده محترم شاید این تصور رو بکنه که ما طرفدار یک سوسیالیسم شکم گسته و توزیع فقر هستیم در ایران. نه، من به طور پیوسته میگم توسعه، ما یک حق توسعه ای رو همه جانبه متوازن عدالتگرا و فناورانه از تاریخ طلب بریم، از جنبش مشروطه به ایور به دنبال این دوید. جمهوری اسلامی این سکتر رو از همون سال 57 ایجاد کرد، این وقت این رشد توسعه رو نابود کرد و زیر ساختی باقی نذاشت و جهر نسبت به توسعه و نداشتن فقط یک نگاه قارتگرانه و رانتی به وضعیت اقتصاد به اینجا میرسونه که شما 10 میلیون فقط فارغ التحصیل بیکار داریم و چندین میلیون کارگری که
وجود داره و داره بیکار میشه و در این حال ما مهمترین مسئلهمون اینه که در این بحران اقتصادی نیروی کار و نیروهای نوساز ایران و نیرویی که میتواند بری باز تولید نیروی کارمون رو از دست. بنابراین این جنبش 96 در ادامهش که جنبش 98 عملا یک محرک اقتصادی و یک به اصطلاح یک جریان کاملا نیازهای اقتصادی و معیشتی محرک بوده، منتها در طول جنبش شعارها جنبه سیاسی پیدا میکنه، کلیت حکومت رو هدف قرار میدهد و میرسد به اونجایی که الان یک نقطه سرفصل تاریخی تبدیل میشه. بسیار عالی. جناب آصفی، آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی، نظام حاکم در ایران، اون درسی که نیاز بود رو از این اتفاقات گرفت؟ از شما پرسم جناب آصفی، آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی درسی که باید از این قیام ها و از این اعتراضات مردمی میگرفت رو گرفت؟ آیا تونست تغییری ایجاد بکنه یا خیر؟ خیر، فقط درس سرکوب بهتر رو یاد گرفت که چگونه بیشتر سرکوب بکنه، چگونه ضعف‌ها و حفره‌های خودش رو پر بکنه. همینجوری که در 98 هم این درس رو اگر می‌خواست می‌گرفت که در 98 که نمی‌اومدن از کمر به بالا شلیک بکنن، گیرم جوانی رفت که اصلا بانگی رو آتیش بزنه. خب غلط کردی که شما به کمر به بالا تو سر بچه مردم شلیک می‌کنید. الان در فرانسه کارشناسان پلیس فرانسه و امنیت اجتماعی فرانسه میگن آقا این تظاهرات جلیز به زرد و هر چیزی که میاد، اجازه بده یه سری بانک سوخته بشه، اجازه بده یه سری جاها رو آتیش هم حتی بزنن، موج رد بشه. ما به لحاظ اقتصادی، اون حتی دیدگاه اقتصادی هم میگه، ما به لحاظ اقتصادی، جامعه فرانسه، کشور فرانسه به لحاظ اقتصادی سود میبره، جامعه خشمش رو تخریب، گیرم که جوانی هم بره بانک رو آتیش بزنه، گیرم که تو خیابون بیاد یه آتش سوزی هم راه بندازه. ما هیچ وقت طرفدار خشونت نبودیم، هیچ وقت خشونت رو تبلیغ نکردیم. خود آقای تبرزدی هم که سالیان است در این وادی دارن مبارزه میکنن، هیچ وقت این رو تبلیغ نکردن، همیشه دنبال مبارزات خشونت پرهیز بودیم. ولی امر دفاع مشروع امر جهانیه، در اسناد حقوق بشر هست، سازمان ملل هست، در خود قانون مجازات اسلامی هم هست که وقتی به تو حمله میکنن تو میتوانی از خودت دفاع کنی. ولی ملت ایران نجیب تر از این حرف بود، یعنی هر آنچه که تا الان تلفات داده شده و کشتار شده از مردم بدبخت و مردمی که تو صحنه آمدن و فریاد خودشون رو زدن، اینا میگن آقا اومدن اینجا با ماشین رو آتیش زدن یا بانکی رو آتیش زدن، خوب زدن که زدن، بعد این که دیگه مسئلهش که نباید شلیک در مغزش باشه، نباید دست به کشتار بزنی، مگه جرم شغله؟ چه کار کرده؟ البته حتی جناب آصفی بعد اعلام بکنم، حتی همون تخریب هایی هم که اعلام میشد که بخشیشون هم از طرف خود آقایون دامن زده میشد که بهانه سرکوب پیدا بکنن، ولی من میگم اصلا اینم نباشه، از مردم زدن، خب زدن که زدن، خب درد دارن، مشکل دارن، ولی مردم که دیوانه نیستن میان به مؤسسات زیرساختی مالی کشور صدمه بزنن. مثلا البته بانک ها خب یکی از نهادهای مهم ویرانی معیشت و زندگی و عقب رفت اقتصادی ما بوده و دست خوب نهادی میذاشن، چرا مثلا جای دیگه را آتیش بزنن یا حمله میکردن به نهادهای مثلا فرض کن حوزه علمیه یا حتی مساجدی که پایگاه بسیج بوده، چرا پاساج آتیش نزدن، چرا کارخونه آتیش نزدن، چرا به مغازهای مردم حمله نشده؟ ولی در کل من دارم عرض میکنم که اگر این اتفاقات هم حتی اگر میافتاد، حق و اینو نداری به لحاظ حقوق، از منظر حقوق بشری هم بخوای نگاه بکنی، حق و اینو نداری تو کمر به بالا شلیک کنی به سر مردم. جناب مهرانی، تا اینجا یه بحث، اگر که شما هم نظری دارین در مورد به ویژه رویکرد جمهوری اسلامی پس از قیام دی ماه 96 بفرمایید. من یک سوال دیگه هم دارم، اگر نکته دارین بفرمایید، من سوالم از شما بپرسم. من میخوام برگردم باز به انتخابات که آقای تبرزدی هم فرمودن که افکار عمومی مردم فریب خوردن. من یه نکته میخوام اضافه کنم به این بحث و این اون که اصلاح طلبا در همه این سالها رأیی که به سبدشون رفته رو رأی به خودشون قلمداد کرد، غافل از این که یا شاید هم آگاهانه میدونن خودشون و به این رأی رو در جهان
نشونه مقبولیت و مشروعیت خودشون این رأی رو دونستن. و وقتی که قیام دیماه نشون دادش که خب مردمی که تا 6 7 ماه پیش رأی داده بودن، همون مردمی که رأی داده بودن امروز در خیابان‌ها هستن و دارن علیه کلیت جمهوری اسلامی در واقع شعار میدن. اصلاح طلب ها دیگه از اینجا دیگه اومدن با، یعنی مردم، اون مردمی که رأی داده بودن، اون مردم به خاطر بسیاریشون مخالف قطعی جمهوری اسلامی در کلیتش بودن، ولی رأی دادن که شاید فضایی باز بشه. و دیماه آغاز ناامیدی کامل مردم از اصلاح طلبانه. برای همینه که حتی یه آقای مثل بهزاد نبوی، نمیدونم حجاریان و جلایپور اینها، و از اون برم شعبه های اینها نایاک در امریکا و در خارج از کشور، اون تظاهرات گسترده مردمی رو سعی در تحقیر و تخریب اون کردن. نمیدونم اومدن به تن جنبش پابرهنگان و نمیدونم شورش های کور و اینها قلمداد کردن. چرا؟ همون مردمی بودن که رأی دادن. چطور شد این مردم یه دفعه پابرهنه و این مردم ناگاه شدن و این راه رو به دموکراسی نمیرسه؟ فقط در زمانی که به صندوق رأی شکست بسته جنتی بیان رأی بریزن به شما، اون مردم آگاه میشن. اینجاست که اون شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در واقع تیر خلاصی بود از جانب مردم به کلیت جمهوری اسلامی، که تو انتخابات مجلس هم بعدن دیدیم که ملت دیگه مطمئنن به این نتیجه رسیدن که راه رهاییشون به هیچ وجه از صندوق رأی نمیگذره. متشکرم از شما. سوالی که از شما دارم جناب مهرانی همین هست که در واقع نکته بسیار مهمی است که شاید بد نباشه بهش بپردازیم، و اون هم هست که قیام عده 96 یک قیامی بود که خودجوش بود، رهبری وجود نداشت در این اعتراضات، و حالا ما این دست اعتراضات رو در کشورهای دیگه مثلا اخیراً در سالیان پیش در مصر دیدیم که با اینکه یک قیام بسیار بزرگی بود، ولی از اونجایی که رهبری منسجمی نداشت نهایتاً به نتیجه مشخص و روشن و واضحی منجر نشد. شما چطور این حرکت مردم رو بدون رهبری تحلیل میکنید؟ ببینید، از وقتی که عموم ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و دیگه مطمئن شدن که از صندوق رأی چیزی در نمیاد، اون یک جنبشی شکل گرفت که این با تمام جنبش های پیشی متفاوته. نه شعار مذهبی درش هست، نه شعار غرب ستیزانه درش هست، یا حسین نمیدونم یک شخص دیگه، حالا میر حسین یا هر شخص دیگه نیست، فرد محوری نداره. این قیام تازه آغاز، به نظر من راه آغاز یک سری جنبش ها و اعتراضات جدیده، و من معتقدم که رهبری برای این جنبش ها به مرور و در دل مبارزات آفریده خواهد شد. مردم رهبران خودشون، رهبران میانی، رهبران کلی رو پیدا خواهند کرد و اینگونه نخواهد بود. بعد از یه طرف هم من معتقدم که برخلاف این که برخی ها معتقدن که تا اپوزیسیون همه با هم دیگه متحد نشن هیچ اتفاقی نمیفته، در واقع این هم به نظر من بخشی که جمهوری اسلامی در واقع داره ترویج میکنه، و بعضی هم نادانسته شاید اینو ترویج کنن که باید همه اپوزیسیون بشینن دور یه میزی تا نشینن. خب این امر خیلی نشدنیه، ممکنه مثلا خیلی از گروه ها نشه اصلا باشون صحبت کرد، ولی تا اینجوری نشه و تا این همه متحد نشن بس جمهوری اسلامی نمیفته. به نظر من مردم ایران اتفاقی که میفته اینه که شما نکنید در حد جنبش سبز نکنید، باعث شد که کسانی که در خارج از کشور در اون سالا هیچ موقع حاضر نبودن کنار هم بنشینن یا کنار هم بیستن، کنار هم ایستادن. دیماه 96، آبان 98، اینها مردم ایرانن که باعث میشن با اون حرکت های استعداد گستردهشون باعث میشن که اپوزیسیون اون بخشی که میتونه با همدیگه وارد دیالوگ بشه و به راهکار بیان در کنار همدیگه بیان. و بعد هم رهبری، چه رهبری میانه که الان وجود داره در ایران، به نظر من رهبری وجود داره، و چه رهبری اساسی، به نظر من در این جنبش های متوالی که در ایجاد خواهد شد آفریده خواهد شد. متشکرم از شما جناب تبرزدی. من همین سوال رو از شما میپرسم، از اونجایی که به هر حال انتظار میره که بعد از یک سری اعتراضات به حق مردمی نهایتا مطالبات این مردم به شکل گسترده و در تمامیت خودش با توجه به همون چیزی که در شعارهاشون اعلام میکنن و یا همون چیزی که ما بعدتر در بیانیه 14 میبینیم، گذر تام و تمام از جمهوری اسلامی، آیا فکر میکنین که در حال حاضر یا به ویژه در همون قیام دیماه 96 این قیامی که بدون رهبری خودجوش اتفاق افتاد علارغم تمام خفقانهایی که
از سمت جمهوری اسلامی، همه ما شاهدش هستیم، آیا فکر میکنید که ادامه این اعتراضات به شکل خودجوش چه سرانجامی برای مردم خواهد داشت؟ خب اجازه بفرمایید یه مقداری ما بیشتر تحلیل کنیم راجع به ماهیت این جنبش هایی که در ایران اتفاق افتاده تا به این در واقع پرسش اساسی هم برسیم. ببینید شما پیش از 88 چی میبینید؟ پیش از 88 ما یک جنبش قدرتمندی داریم به اسم جنبش دانشجویی. به جنبش دانشجویی در 18 تیر 78 در اصل بسیار بسیار تاریخی حماسه آفرید و کاری کرد که خامنه‌ای به گریه افتاد و بعد سپاه رو وارد میدان کردن و یه بیانیه داد گفتش که از چهارشنبه هر که بیاد بیرون دیگه محاربه و سپاه مستقیم میزنه. و در همین دوره ما جنبش مطبوعات رو داریم. یعنی شما نگاه کنید میبینید که در حوزه مطبوعات در اوج اون در سال 79 یک سال پس از سرکوب شدید 18 تیر 78 که باز اینجا خامنه ای دستور میده سپاه وارد میدان میشه 60-70 نشریه رو فله ای میبندن. و همزمان با این مسئله ما جنبش حقوق بشری ها رو داریم. حقوق بشری هایی که گر رو گر میفتن زندان برای اینکه فقط دفاع کردن از مسائل حقوق بشری و سرکوب اونها و همچنین سرکوب احزاب سیاسی. شما نگاه کنید آقای آصفی حتما یادشونه در همین سال 79-80 شدیدترین برخورد با احزاب سیاسی با آدمهای مثل مهندس صحابی و بسیاری دیگه، چون همین دوره ها رو من خودم زندان بودم و از نزدیک لمس کردم و جمهوری اسلامی میاد اینجا احزاب رو هم خامنه ای میاد میگه اینا براندازن، باز سپاه وارد میدان میشه. اتفاقا سال 79-80 و 81-82 تو این دو سه سال که ما دست سپاه بودیم و همه این نیروهایی که اسپردن 70-80 تا از رهبران نیروهای ملی و ملی مذهبی رو اینا در واقع حبس کردن. و جلوتر که میام حتی 88 که در واقع باز اصلاح طلبها از خودشون بودن، اما اینا میان حزب مشارکت و احزاب نیمبندی رو که میتونن یه رابطه با جامعه مدنی برقرار کنن، همه اینا رو سرکوب میکنن. و من میخوام اضافه کنم که اصلا در جنبش 18 تیر 78 اون دوران شعار مذهبی وجود نداشت. شعارهایی که بود من در واقع آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه، نمیدونم قاتلان فروهر زیر عبای رهبر، شعارها خیلی رادیکال بود، شعار مذهبی نبود. لذا تا دی ماه 96 رژیم با سرکوب جنبش دانشجویی، با سرکوب احزاب، با سرکوب مطبوعات نیمه مستقلی که حتی وجود داشتن، با سرکوب نیروهای حقوق بشری خیالش راحت شده بود که دیگه حرکت سیاسی با مطالبات دموکراسی خواهانه نخواهد بود و به این دلیل که این بخش بزرگی از جامعه سیاسی مدنی ایران رو زده خیالش راحته. اما وقتی که سیستم دیکتاتوری، نظام دیکتاتوری میاد نیروهای سیاسی رو سرکوب میکنه و هزینه جنبش های دموکراسی خواهانه، جنبش های سیاسی رو به شدت بالا میبره. اینجاست که شما میبینید مثل 96 حرکت نوینی ظهور میکنه به بهانه مسئله اقتصادی. من اونجا هم گفتم به بهانه تخم مرغه، گرانی تخم مرغه، و به همین دلیل دوستان تحلیل کردم فوراً شعارها سیاسی میشه، برای اینکه سیاسی ما سرکوب شده است، نیروی سیاسی سرکوب شده است و اصلا امکان حضور نداره، توده های مردم میان. و اونجا من یک شعار رضا شاه روحت شاد رو هم گفتم به همین دلیل که جنبشی که از شهرها، از شهرهای حاشیه ایجاد میشه و حالت توده ای داره جنبش، من میتونم بهترین تعبیر رو برای جنبش 96 و 98 بگم جنبش توده ای. دیگه به نخبه ها، به الیت ها، به جنبش های خاص اجتماعی منحصر نشده، اومده توی توده مردم. اونجا دیگه داره میگه که آقا من زله شدم، زله اومدم از دست روحانیت و نیز از دست بیبرنامگی و ریخت و پاش گرانی و رضا شاه روحت شاد. یعنی دنبال یک به قول معروف یک بناپارت میگرده، دنبال یک چهره کاریزمای نظامی میگرده، بیا بزن درست کن. خب حالا ببینید این که این جنبش هایی که اخیراً تو دو سه سال اخیر شروع شده، البته من با اجازه دوست عزیزم آقای آصفی
میخوام بگم که مخالفت اون بحث مال باخته ها رو من نمیتونم جنبش بنامم. اینا یه عده محدودی بودن، مال باخته بودن و برای اینکه مالشون رو به دست بیارن بله هر روزم میومدن توی خیابون و رژیم هم خیلی زیاد سرکوب نمیکرد. ولی وقتی که جنبش توده‌ای میشه یا مربوط به یه جنبش خاص میشه مثلا جنبش کارگران، میبینیم رژیم خیلی سریع میاد با شدت و حدت، مثل چیزی که در افتپه اتفاق افتاد یا جای دیگه. خب حالا در مورد این جنبش ها که چه خواهد شد، بس بر سر اینه که جامعه ما خوشبختانه به دلیل نقش رسانه، همونطور که یه روح لازم میاد با بیش از 1.5 میلیون فالوور در یک کانال تلگرامی میتونه جنبش رو تا حدود زیادی حتی رادیکال کنه و شروع میکنه به جنبش راه کار دادن که امروز برید فلانجا رو بگیرید، فلان شعارها رو بدید. یعنی این که الان رسانه‌های به اصطلاح آزاد و شبکه‌های اجتماعی اینا تا حدود زیادی دارن نقش رهبری رو ایفا میکنن، اون خلاء رو پر میکنن. البته احزاب، اپوزیسیون‌ها، شخصیت‌ها، تشکل‌ها اگر فرصت پیدا کنن، یعنی زیر بار این سرکوب بتونن کمر راست کنن و یه ارتباط بیشتری با جامعه مدنی، با توده مردم برقرار کنن، اون وقت دیگه سرنوشت قیام 96 و 98 آن نخواهد بود که دیدیم، بلکه میتونه قیامی باشه مثلا در 99 یا در 1400 که بتونه به یه نتایج کاملا از قبل تعیین شده برسه. در واقع من پر حرفی کردم، این نکته آخرم بگم، ما دو تا قیام داریم، یک قیام داریم برنامه ریزی شده، سازماندهی شده و یک قیام خود به خودی یا خودجوش. آن چیزی که ما در اجرای تیر 78 در جنبش مطبوعات، در جنبش احزاب داشتیم، قیام های خیزش های برنامه ریزی شده بود و رژیم هم میدونستن شعارهای مشخصی داشتن، دنبالش هم بودن، تا حدودی هم یه جایی میرسن یه جایی رژیم میومد به شدت سرکوب میکرد. اما جنبش 96 و 98 هر دو جنبش های خود به خودی یا خودجوشه. ما زمانی میتونیم به نتیجه قطعی برسیم، حداقل توی مراحلی از اهداف جنبش، از مرحله جنبش های خودجوش و خود به خودی به جنبش های سازماندهی شده و برنامه ریزی شده و رهبری شده برید. در همین راستا در ادامه صحبت درباره رهبری جنبش ها، ما در شعارهای مردم میشنیدیم که همونطور که آقای طبرزدی هم گفتن، مردم از رضا شاه صحبت میکردن، شخصیتی که در تاریخ معاصر ایران به هر حال نقش بسیار پررنگی داشته. و به نظر شما چرا مردم از یک شخصیت تاریخی صحبت کردند و شعار دادند و نه از یک شخصیت سیاسی امروز، حالا در عرصه سیاست جمهوری اسلامی؟ و دلیل اصلا برخورد مردم و گرایش مردم به شخصیتی مانند رضا شاه چیست؟ ببینید، رضا شاه در برخورد با روحانیت، خب با یک قاطعیت و اون پشتار مسجد گوهرشاد و برخوردهایی که با روحانیت داشت و اوقافی که ازشون گرفت و قوه قضاییه که انقلاب مشروطیت ازشون گرفت و اینکه سربازی اجباری رو برای طلاب داشت، خب یک کینه تاریخی از رضا شاه داشتن. و این هوشیاری ملت ایرانه که میاد از یک کسی حرف میزنه که و علمش میکنه که بتونه اون دقدری خودش رو خالی بکنه. اما اینکه این رو ما به شده به یک پلتفرم سیاسی بگیم الان در آمده که مثلا میخوان خاندان سلطنتی رو، خانواده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی رو مثلا میخوان، ما همچین چیزی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. حداقل 3 سال پیش خود تلویزیون بی بی سی نظرسنجی در آوردن که محبوب ترین شخصیت تاریخ معاصر ایران کیه، بازم گفتن دکتر محمد مصدق. یا در دانشگاه که آقای حالا طبرزدی خودشون هم خواستهای دانشجویی دارن، دیدن که در جنبش 98 شعارهای تندی علیه خاندان پهلوی گفتن و در اعتراضات دی ماه سقوط هواپیمای اوکراین، باز اونجا میگفتن نه شاه و نه مثلا شیخ و شعارهای تندی رو علیه به هر حال هم رژیم گذشته هم رژیم فعلی به خصوص دادن. و اینجا اگر شعار میشه، خب اگر جامعه یک همچین روی کردی داشته باشه، بعضی هم هستن از این هواداران سلطنت طلب، من دیدم شنیدم تو این چیزا میاد میگه ما 3 سال جنبش 98 و 3 سال ما
زیرسازی و از زیرساختش رو انجام دادیم تا توانستیم این جنبش 98 رو برپا بکنیم. ببینید خب یک معذرت میخوام من از این واژه استفاده کنم. یه سسول سیاسی وقتی یک همچین ادعایی میکنه، این توهین به شعور مردم ایرانه، این توهین به شعور مبارزین داخل کشوره که شما میگید ما سه سال ادامهش بدید، اگر میتوانید ادامهش بدید، یا چرا متوقفش کردید؟ اگر امکان داره مثلا یه سه ماه دیگه انجامش بدید، یه دو ماه دیگه میداختینش عقبتر یا جلوتر. اینا ادعاهایی است که خیلی چیز نمیشه، ولی در این که حالا من بخواد بخواد که مثل ضدیت کوری با خانواده پهلوی بنده ندارم اینجا. به هر حال وقتی ما در مقایسه با جمهوری اسلامی قرارش میدیم، جمهوری اسلامی رو در برابر رژیم شاه قرار میدیم، حداقل کارنامه رژیم شاه در همه حوزه‌ها از جمهوری اسلامی بهتره. وقتی خود آیت الله منتظری میگه که در نامه‌ای که با آقای خمینی مینویسه میگه وزارت اطلاعات شما روی ساواک سفید کرد، و از نظر من یعنی ساواک رژیم شاه با ژاندارمری که یا پلیس صدر اینجا یا کلانتری اینجا الان هیچ فرقی نداره. اینها قوی ترین نیروی سرکوب و نیروی امنیتی خاورمیانه رو دارن. اجازه بدین من همین سوال رو هم از جناب آقای مهرانی بپرسم. البته که شعارهای بسیار زیادی در طی این قیام‌های اخیر در ایران داده شده، اما مطلبی که می‌خواستیم اینجا بهش بیشتر اشاره بکنیم خود شخصیت رضا شاه هست و اینکه جناب مهرانی چرا مردم اسم این شخصیت تاریخی ایران رو اینقدر مکررن در قیام‌هاشون میارن. ببینید من اول در مورد صحبت‌های آصفی حرف بزنم. اولی که بسیار متاسف شدم که از لفظ سسول استفاده کردم و نمیدونم واقعا این لفظ معنیش چیه، سبک زندگی یک انسانهایی مورد خطاب قرار گرفته یا نمیدونم واقعا کلمه سسول معنیش چیه، ولی در صورت میخوام بگم که اگر شعارهای گسترده‌ای که در ایران از 96 به بعد داده شده در کنار دو تا شعاری که دو تا دانشجو یه جا گفتن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یعنی اینها رو هم کنار هم دیگه قرار بدیم و نتیجه بگیم که ملت نه این حکومت رو میخوان نه اون حکومت پهلوی رو، واقعا به نظر من این نادیده گرفتن جمع کثیری از شعارهایی است که داده شده. شما میتونید تحلیلای مختلف داشته باشید که به چه دلیل مردم شعار به نفع رضا شاه یا خاندان پهلوی دادن، ملت که شعار نداره، حساب کتاب نداره. خب برخی از شعاراش من هم از نظر تئوریک موافقتی ندارم، به این مفهوم نیست که از همه شعارها دفاع میکنم، به این مفهومی که یک چیزو نباید نادیده گرفت. و اون این شعارها، اولا که من هم معتقدم که این شعارها به مفهوم این که کسی نمیشه نتیجه گرفت که مردم سلطنت رو میخوان یا حتی نمیخوان، پادشاهی مشروطه میخوان یا نمیخوان. من خودم به عنوان جمهوری خواه رأی من جمهوریته و به هیچ وجه هیچ اعتقادی به یک سیستم موروثی به هیچ شکلشو ندارم. بحث اینه که روشنفکرهای این مملکت، فعالین سیاسی با جمهوری اسلامی در اینجا همشون به صورت مشترک، عمومشون، نمیگم جمع کله، عمومشون از زمانش پهلوی یک سیستم فاسد تباه ستمگر جنایتکاره که هیچ نقطه مثبتی نداشت شروع شد از ابتدای انقلاب و قبل از اون جریان روشنفکری ما تا رسید به اینجا که هنوز هم بخشی از روشنفکرها اون مشکلی که با یعنی در حال براندازی سیستم پهلوی هستن، هنوز غافل از اینکه از 57 سال جمهوری اسلامی پهلوی سیستمش برانداخته شده. بحث اینه که این شعارها در واقع اینه که نفی اون جریانیه که در این 40-50 سال اخیر تمام روشنفکری چپ، روشنفکری که در هیچ نقطه مثبتی از سیستم پهلوی نمیدید، مردم در مقابل اون بودن و معتقدن که اون سیستم با تمام نواقصی که داشت بسیار بسیار حتی آگاه تر از مخالفین برانداز خودش بود. نمیخوام بگم از همه مخالفین سیستم پادشاهی، از مخالفین برانداز خودش بسیار سیستم پهلوی آگاه تر. متشکرم از شما. با توجه به اینکه کمتر از 4 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، احتمالاً سوال پایانی از جناب آقای تبرزدی است. جناب تبرزدی، در راستای همین شعارهایی که مردم دادن، به واسطه اینکه داریم مطالبات مردم رو مطرح می‌کنیم، جدای از آنچه که تا الان گفتیم، شعارها بسیار ضد رژیم و ضد آخوندی یا حتی به نوعی میشه گفت مخالف با ایدئولوژی حاکم در نظام بود. شعارهایی مثل مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر اصل ولایت فقیه، اینا بدون پیشینه بود در جنبش ها و اعتراضات مردم. شما فکر میکنید که چه اتفاقی میفته که خامنه ای در جایگاه ویژه‌ای که تا
الان قرار داشته و شاید خیلی انگشت زدنی و دست زدنی نبوده، چه میشه که حالا امروز مردم همچین شعارهایی رو به شکل مستقیم به این فرد میدن؟ خب در واقع مردم آگاهانه شعار میدن. مردم شعارهایی که دادن، البته من یه اشاره بکنم به بحث دو دوست بزرگوارم که به نظر من حرف هر دو دوستمون درسته، چون جامعه ما الان یه جامعه پلورالیستی که جامعه متکثره، مثل انقلاب بهمن 57 نیستش که یه شعاری از بالا گفته بشه همه اونو تکرار کنن. بخش های مختلف جامعه بنابر سلیقه هاشون تو دانشگاه یه جور شعار میدن، توی تهران یه جور شعار میدن، ممکنه در بهبهان جور دیگری شعار بدن و همه اینا مردم ایران هستن و به هر حال به نظر من بایستی که احترام بذاریم. اما در مورد این که شعارهای مردم کلن رادیکال شده علیه دیکتاتوری، علیه خامنه ای و شعار میدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا، نمیدونم، یا همون شعار علیه به اصطلاح اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد ماجرا، حتی در هم در 98 و هم در 96 شما میبینی به محض اینکه مردم فرصت پیدا میکنن مراکز حوزه علمیه و مراکز مذهبی رو میرن آتیش میزنن به عنوان سمبول های یک حکومت ایدئولوژیک. یک حکومتی وقتی میاد به اسم یک، حالا فرض کن مارکسیسم، یا مثلا به اسم مثلا اسلامیسم یا هر چیز دیگری، این در واقع یه نمادهایی داره، یه نشانه‌هایی داره اون ایدئولوژی. ما کار نداریم، یه عده میخوان بگن مثلا اسلام آسمانیه، او یکی زمینیه. مردم دیگه، توده های مردم به ویژه اونایی که به تنگ آمدن، کار ندارن بگن حالا این آسمانی اون زمین، نه، میگن ما نمادهای این ایدئولوژی، این تفکر، این مذهب، این اسم هر چی که میخواد باشه رو ازش نفرت داریم و با آتش زدن، با شعار دادن، با تخریب کردن دارن نفرت خودشون رو بیان میکنن. همونطور که به قول آقای آصفی، مثلا وقتی که با بانک ها برخورد میکنن، بانک ها رو سمبل رانت و سمبل ربا و سمبل بیچاره کردن مردم میبینن. لذا به نظر من این شعارها رادیکاله و رادیکال تر هم خواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره. این شعارها تندتر خواهد شد و بایستی که روحانیت حاکم نگران اون زمان بشن که این شعارها در توده ها تبدیل به عمل بشه و اون وقت خیلی اتفاقات خواهد افتاد که دیگه دست همه خارج خواهد شد. متشکرم از شما جناب آصفی. تقریبا کمتر از 50 ثانیه فرصت مونده به انتهای برنامه، برای اینکه از شما هم نام برده شد این وقت اختیار شما، خیلی کوتاه بفرمایید اگر مانده چیم. سبک زندگی که اصلا که ما که مشکلی نداریم. من وقتی میگم سسول سیاسی، ادعا میکنی که زیر ساخت 3 ساله درست کرده و این توهین به شعور مردمه و الا خیلی از بچه های ما ایرانی ها، بچه های خود ما سسول شدن. اما یه سسول نمیتواند زیر ساخت 3 سالی یک قیام بزرگی رو و سراسری رو ایجاد بکنه. این توهین به شعور، این توهین به رهبران میدانیه، توهین به جامعه جنبشی ایرانه. بحث من این نیست. تصور میکنم آرونم که فکر میکنه من مثلا یک تضاد هیستریک با خاندان پهلوی دارم. نه خیر قربان، همچین چیزی نیست. من مقایسه کردم اون حکومت رو با این حکومت، ولی میگم همینجوری که آیش تبرزدی گفت جامعه پلورالیستیه، این چیز متعدده. کسی نمیتواند، خود از اعضای فرشگرد میگه آقا باید دزدید، این جنبش رو باید دزدید، هر کس دزدید برنده میشه. من به خاطر اینکه همه دوستان در واقع فرشگرد حالا همینجا حضور ندارن و ما بخوایم چون هم اسم ممکن ازشون برده بشه، مثال دارم بذارم، میگم اون یاد میگه هر کس دزدید جنبش رو، اون راه بره. آقا این چه طرز صحبت کردنیه؟ اینو در انظار مردم گفتن، در انظار تلویزیون با خود من مناظره داشتن. واژگان خیلی ممنونم من از شما. خواهش میکنم، واقعا به انتهای برنامه رسیدیم. من واقعا میبینم که بحثی که داریم امروز بحث خیلی داغی شده و فرصت نیست که بیشتر بهش بپردازیم، ولی مسلماً قطعا در آینده حتما سعی میکنیم از دوستان در طیف‌های گوناگون سیاسی دعوت بکنیم که اینجا حضور داشته باشن. همینجا میگم اسامی کسانی که در این برنامه آورده شد و حضور نداشتن، مسلماً این حق استفاده از این پلتفرم براشون هست، ازشون دعوت هم خواهیم کرد. سپاسگزاری میکنم از هر سه مهمان برنامه، آقایان آصفی، مهرانی و تبرزدی، و همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه چالش. تا چالشی دیگر، پوینده و پویا باشید.